با سلامی گرم به شما بینندگان گرامی، سیما بهاری هستم همراه با همکارم هرمز رها. یکی دیگه از برنامه‌های گفتگو رو تقدیمتون می‌کنیم. روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت برابر با اول ماه می نزدیک داره میشه. حداقل از برنامه‌های پخش مستقیم کانال جدید، تلویزیون کانال جدید میشه فهمید که جامعه ایران در حال تب و تاب هست. تب و تاب برگزاری این روز، جوونا، سالمندا، زنان، مردان میان روی خط تلویزیون و فراخوان میدن به اعتراض. جامعه به شدت معترض هست. مردم علیه فقر حرف میزنن، علیه بیکاری حرف میزنن، علیه بالاخره وضعیتی که جمهوری اسلامی بهشون تحمیل کرده و به نظر اینجوری میاد که اول ماه مه، روز جهانی کارگر، اون روزی هست که قرار اتفاقی بیفته. اجازه بدید مهمون برنامه‌مون رو بیشتر از این معطل نذارم، دعوتشون بکنم بیان تو. مصطفی صابر، سلام به شما مهمون عزیزمون. مصطفی صابر، خیلی خوش اومدید. سلام به شما میگم و به بینندگان عزیز، خیلی متشکرم که منو دارید. شما یکی از فعالین کارگری در اوایل انقلاب بودید، در کارخونه زباهن کار میکردید و دلم میخواد که تعریف بکنید برامون اول مه، روز جهانی کارگر، اصلا کلا برای شما چه معنی داره؟ خب اول مه واسه حالا من که به قول شما فعال کارگری بودم توی کارخونه توی زباهن، یا واسه کسی که فعال کارگری نبوده یا کارگری هم نکرده باشه یا اصلا یه رهگذری هم باشه، به نظرم اول مه یکی از مهمترین جنبش‌ها و حرکت‌ها و تأثیرگذارترین حرکت‌ها در عصر مدرنه، در به خصوص 100 ساله 150 ساله گذشته. و اگر اول مه نبود الان من و شما معلوم نبود هنوز روزی 17-18 ساعت کار بکنیم، واسه اینکه میدونید اول مه جنبش کاهش ساعت کار بود و اون وقتی که کارگرای جنبش جهانی واسه 8 ساعت کار را انداختن ساعت کار خیلی طولانی بود، 12 ساعت، 13 ساعت، 16 ساعت، 17 ساعت، یه همچه وضعیتی بود و یک استثمار وحشیانه قرن 19 برقرار بود و چیزی که مهار زد به درجه به این به اصطلاح چپاول بیرحمانه و بی حد و حصر نیروی کار کارگر و استثمار کارگرها، بچه ها، زن ها، همه جور، اصلا هیچ محدودیتی وجود نداشت و اول مه بود، جنبش اول مه بود که کاهش ساعت کار رو تحمیل کرد به سرمایه دارا، یه محدوده ای رو واسه استثمار و بردگی تحمیل کرد به کارفرما و سرمایه دارا و جنبشی بود که اعلام کرد که بابا ما هم آدمیم و احتیاج به فراغت داریم، احتیاج به یه درجه آسایش داریم. حالا بماند این که بالاخره این بردگی مزدی که الان حاکم هست هنوز داره و کماکان داره بشر رو نابود میکنه و ما داریم میبینیم چجور کل کره زمین رو داره از بین میبره، ولی با این وصف اگر جنبش اول مه نبود و اگر اول مه نبود الان وضع به مراتب از این بدتر بود. در نتیجه همه ما مدیونیم به اول مه و همه ما این رو باید بدونیم که اول مه اون روزی است که کارگرها شروع کردن یک جنبشی رو واسه اینکه مقابل این بختکی که سرمایه‌داری اسمش هست بیستن و خیلی ها تو این راه جون دادن، کشته شدن، خونشون ریخته شد، عرق ریختن، شب نخوابی کردن، سازمان دادن، جنبش‌ها و حرکت‌های عظیم میلیونی در سراسر جهان برپا کردن که مهار بزنن به درجه به این استثمار و چپاول وحشیانه سرمایه‌داری از نیروی خلاقه بشر. و شاید بشه بگی در این حال اولین جنبش واقعا جهانی هست که در سراسر دنیا کارگرها رو مستقل از رنگ و جنس و
مذهب و از همه این تفرقه هایی که من اون انداختن متحد میکنه واسه ساختن یک دنیای بهتر. در نتیجه شما خودتون قضاوت کنید که اول مه چقدر در زندگی بشر تأثیر داشته و چقدر همه ما به این روز مدیونیم. و امروز هم اول مه و پیامش که همبستگی و اتحاد جهانی کارگرها واسه این تغییر دنیای وارونه فعلی هست همچنان به قوت خودش باقی است. سوال بعدی که میخواستم مطرح کنم یه جورایی جوابشو الان شما دادین به من. میخواستم بگم که توی تمام دنیا وقتی که نگاه میکنی تمام حکومتای سرمایه‌دار و بورژواها و غیره یه جورایی از این روز وحشت دارن، یه جوری سعی میکنن که این روز رو یه جوری مخدوشش کنن. مثلا خیلی خوب یادم میاد که جمهوری اسلامی از ابتدایی که روی کار اومد کارگرها سنبه خیلی پرزوری داشتن، تحمیل کردن بهش این روز رو، ولی خود خمینی اومد گفتش که خب خدا هم کارگره، خرم کارگره، مورچه هم کارگره. و روز کارگر رو وقتی که دیگه بهش تحمیل شد، به این حکومت تحمیل شد که تعطیل باشه، سعی کردن گوسفند قربونی بکنن، سعی کردن خود به اصطلاح تشکلای دستساز حکومت یه جوری این روز رو از محتوا خالیش بکنن. یه مقدار بیشتر راجع به این توضیح بدین که وحشت سرمایه‌دارا این که دلشون میخواد واقعا از تقویم پاک بشه این روز چیه واقعا؟ خب شما گفتید چرا میخواد، یعنی دوست دارن که به قول شما از تقویم پاک بشه این روز. واسه اینکه این روزی است که حرف ساده و اساسی میزنه و اونم اینه که کارگرای جهان متحد شید، همه اون کسایی که تحت استثمار و بردگی مزدی هستید متحد شید و این وضع عوض کنید. و این واسه همه دولت‌های سرمایه‌داری هنوز ترسناک و خوف برانگیزه. گویی این که خب در بعضی موارد در بعضی جاها تونستن اول مهر رو خونسا بکنن، به یک حرکت ساده و بی آزاری تبدیل بکنن و در بعضی جاها اول مه ضعیف شده به نسبت فرض کنید 50 سال پیش مثلا در نظر بگیرید، یا قبلترش که دیگه بیشتر حتی به اون دوره به نسبت اون دوره ضعیف شده. یعنی در بعضی جاها خیلی الان خوف و وحشتی ندارن برای اینکه جنبش اول مه و جنبش جهانی کارگر واسه تغییر این اوضاع یه مقدار در موقعیت ضعیفی قرار داره. ولی در یه جاهایی مثل ایران همونطور که شما گفتید از همون اول مه سال 58 که نزدیک 500 هزار نفر تو تهران جمع شدن و تظاهرات کردن، از همون موقع تا به همین امروز اول مه مایه خوف و وحشت جمهوری اسلامی بوده، به طوری که حتی جرأت نمیکنه دیگه به تشکلای دست ساخته خودش مثل خانه کارگر و شورای اسلامی و اینا حتی به اونا اجازه بده که اول مه رو برگزار کنن. و به یاد میارم، به یاد بینندگان این برنامه میارم که یادشون باشه که جریاناتی که تو 88 شروع شد و با از خرداد 88 شروع شد، مقدمه شما توی 11 اردیبهشت اول ماه مه سال 88 دیدیم که چجور کارگرا فراخوان به تجمع در پارک لاله دادن و با چه هجوم وحشیانه جمهوری اسلامی و بگیر و ببندی که یک سال بعد تماما در ایران در جریان داشت، در واقع از اول مه 88 شروع شد و هنوزم که هنوزه اول مه این ظرفیت رو داره که جمهوری اسلامی رو به شدت بترسونه و رژیم کاملا خودشو آماده میکنه، آماده مقابله با این روز میکنه. چرا که بازم میگم اول مه پیام ساده‌ای داره که متحد شید، این وضع رو عوض کنیم و برای جمهوری اسلامی که از چه میدونم دوچرخ سواری دخترها و نمیدونم آب بازی جوونا میترسه، میگه واضحه که اول مه خیلی ترسناک و خوف برانگیزه. بله. خب معمولا اول ماه مه هر سال کارگرها میان با یک سری مطالبات معین، یک چیز معینی برجسته میشه توی خواستا و مطالباتشون. فکر میکنید که امسال
علاوه بر طبقه کارگر، مردم زحمتکش، مردمی که نمیخوان این وضعیت رو تحمل بکنن، چه خواستا و مطالباتی رو میتونن مطرح بکنن؟ آیا اصلا میشه گفت تفاوتی داره با خواستا و مطالبات سالهای گذشته؟ خب خواست، اولا اینو بگم که خواست اول کارگرها، یعنی بلافاصله‌ترین خواسته ای که مقابل کارگرها قرار داره با بقیه مردم و خواست عمومی جامعه ایران هست و اونم اینه که جمهوری اسلامی باید گروش گم بکنه. حالا خب جد نشه توی اول مستقیما این شعار رو مطرح کرد به دلیل توازن قوایی که هست اینا، ولی این خواست بی تردید خواست همه است و خواست کارگر سر وهله اول. خواست هایی مثل آزادی زندانیان سیاسی، برابری زن و مرد، لغو اعدام، اینا هم همه سر جای خودش. ولی من فکر میکنم که امسال به خصوص مسئله بر سر اقتصاد و وضعیت فلاکتباری که کارگرها و اکثریت عظیم جامعه با آن روبرو هستن به این گره میخوره. الان جمهوری اسلامی بنبست اقتصادیش به یک جای بسیار تعیین کننده رسیده، دیگه نه راه پس داره و نه راه پیش داره و باید بیا جلو بزنه و نابود بکنه حقیقتا توده های وسیع رو تو جامعه و به فلاکت وحشتناکتر، بسیار حتی بدتر از اینی که الان هست، سوق بده اونا رو. و الان تو اون وقته قرار گرفتیم و دولت روحانی هم قرار این کار رو بکنه، کاری که احمدی نژاد شروع کرد و نتونست درست به انجام برسونه، حالا این قرار رو بیاد انجام بده. و من فکر میکنم که مسئله اقتصاد مسئله گرهی هست و فکر میکنم که اول می امسال به خصوص باید علیه گرانی، علیه فلاکت، برای افزایش دستمزد و بهبود وضع زندگی مردم و مقابله با این سیاست‌های جنایتکارانه جمهوری اسلامی واسه این تحمیل فقر و فلاکت باشه. این موضوع محوری هست به نظر من تو اول به امسال. بله. خب این روزها وقتی که آدم، حالا شما به مسئله بنبست اقتصادی جمهوری اسلامی اشاره کردید، منم خوبه به این اشاره کنم که این روزها بحث در مورد یارانه ها به شدت داغ هست. مردم صحبت میکنن، رژیم هم همینطور راجبش داره طرف میزنه و نظر میده. فکر میکنید که مسئله دریافت یارانه ها میتونه یک موضوعی باشه که توی اول ماه مه 11 اردیبهشت مردم بهش بپردازن یا مثل یه خواست مطرحش بکنن؟ صداتون رو ما نداریم. بله بله ببخشید. بی تردید مسئله یارانه ها و اینکه یارانه ها باید بدون قید و شرط به همه مردم پرداخت بشه و هیچ چیزی ازش کم گذاشته نشه، بیشک یه خواست و مطالبه فوری همه است و طبعا کارگرام اینو میخوان و خب براشون هم مهمه، همون چندرغاز یارانه ها رو میخوان بزنن اینا. در نتیجه تردیدی توش نیست که این خواست رو باید مطرح کرد، ولی مسئله بسیار فراتره و حتی اگر همه این یارانه ها هم نزنن و بدن، وضع بسیار خرابه و بعد بسیار خرابتر از این خواهد شد. بذارید، قبلا هم تو صحبت قبلی گفتم که جمهوری اسلامی از لحاظ اقتصادی به یک وضعیت تعیین کننده رسیده. این وضعیت تعیین کننده عبارت از اینه که میخواد قیمت‌ها رو به سطح بازار جهانی برسونه، میخواد شرایطی توی داخل ایران فراهم کنه واسه سرمایه‌گذاری‌ها و شرایط مساعدی واسه سرمایه‌گذاری‌ها، و واسه این کار باید به اصطلاح یک هجوم عجیب غریب و بی سابقه به سطح معیشت مردم و کارگرها ببره که شرایط سرمایه‌گذاری فراهم بشه، در حالی که امکانات سیاسی این سرمایه‌گذاری فراهم نیست. جمهوری اسلامی هزار مشکل سیاسی داره و حتی تو همون چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری جمهوری اسلامی یک وضعیت عجیب غریب به وجود آورده که حالا اقتصاددان هم مثلا میگن چه میدونم 50% تورم و منهای 5% رشد، که وضعیت عجیب غریب و بی سابقه هست. یک موقعیت بسیار وحشتناک ایجاد کرده که تمام فشار و بار این بر روی دوش طبقه کارگر و توده های زحمتکش و حقوق بگیر شکست خواهد شد. این وضعیتی که توش هستیم و یارانه گوشه این وضعیت هست. مسئله اینجاست که اول مه روزی هست به نظر من که کارگرها بیان
و مقابل این خودپوشی اجتماعی که جمهوری اسلامی تحمیل کرده به کل جامعه و داره به اون سمت میاره، مقابل این وایسن و راه حل خودشون رو مطرح کنن، که راه حل خودشون هم چیزی جز این نیست که علیه جمهوری اسلامی شر جمهوری اسلامی رو باید کند، راه حل عمومی کلی و شر سرمایه‌داری رو باید کند و زندگی و اختیار زندگی رو باید به دست خود مردم و خود آدمایی که خلاقه که دارن کار و فعالیت میکنن، کارگرها و توده های وسیع مردم و همه شهروندان سپرد. به نظرم باید از این سر بهش نگاه کرد. یارانه یک گوشه بسیار کوچیک این ماجراست و باید کل این بود و این به اصطلاح دامنه وسیع مسئله رو به درستی دید و توی اول مه روش تاکید گذاشت. و ما یه نگاهی بندازیم به تشکل‌های کارگری. این هم یکی از مسائلی بوده که کارگرها همیشه باهاش درگیر بودن و می‌خواستن تشکل خودشون رو داشته باشن. تشکل‌های علارغم فشارهای جمهوری اسلامی به هر حال تشکل‌هایی توی جامعه هست که تشکل‌های کارگریه. خب نقش اینا رو چجوری شما می‌بینید توی ببخشید تو جنبش کارگری و کلاً توقع کارگرها از این تشکل‌ها چی باید باشه؟ خب واقعیت اینه که همونطور که گفتید نمیذارن تشکل‌های کارگری تو ایران پا بگیره و حالا جوان‌ترا شاید یادشون نباشه، ولی ما همون تو مقطع 57 شورای واقعی کارگری داشتیم، جنبش شورای عظیمی داشتیم که در سراسر ایران در سراسر کارخونه‌ها برپا بود. کارگرها خودشون تولید رو به اختیار می‌گرفتن، خودشون 40 ساعت کار رو اجرا می‌کردن، خودشون آزادی بیان رو تو چارچوب کارخونه اجرا می‌کردن. حتی این تشکل‌ها به حد ایجاد تشکل‌های سراسری و منطقه‌ای رسید، مثلا فرض کنید شورای متحد کارگرای گیلان یا مثلا شورای کارگرای شرق تهران یا بیکارا تشکل سراسری داشتن. اینا رو میگم که بگم چجوری یه وقتی که همین 35 سال پیش باشه کارگرای ایران این تجربه رو داشتن و این تشکل‌ها رو وجود آوردن. منتها الان خب این جمهوری اسلامیه که حتی پسرخاله‌های خودش رو نمیدونم تاج‌زاده‌ای که روزگاری ما رو میکشت و جلو همون تشکل‌های کارگری میگرفت و نمیتونه تحمل کنه، میذاره تو زندان یا حجریه رو علیل کرده و پدرش در آورده. همون که اصلا کار اصلش این بود که چجور مقابل این تشکل‌ها وایسه و ما رو تو همون زوبان که گفتید گیر بندازن و نذارن کارمون رو بکنیم. در هر حال توی این وضعیت جمهوری اسلامی تحمل هیچ جور تشکل‌های کارگری رو نداره و همین درجه تشکل‌های کارگری که با زور و زحمت و تلاش زیاد به وجود اومده خودش غنیمته. منتها باید پذیرفت که برد این تشکل‌ها خیلی کمه، یعنی ابعادی که میشناسن کارگرها و نفوذی که داشته باشن هنوز خیلی کم، به خاطر امکاناتی که هیچ جور در اختیارشون نیست و هیچ جور امکان فعالیت بهشون نمیدن. و اول مه همیشه فرصتی بوده واسه همین تشکل‌های موجود که بیان و دامنه نفوذ خودشون رو بیشتر کنن، کارگرای بیشتری رو با خودشون آشنا بکنن، موقعیت سیاسی و اجتماعی بهتری به دست بیارن و این چند سال هم دائما این کار رو کردن و من فکر میکنم که امسال هم این توقع ازشون هست که همه متحد یک پارچه یک صدا حول یک پلتفرم و یک قطعنامه مشترک بیان و از این فرصت استفاده کنن واسه این که چجور نیروهای طبقه کارگر جنبش عظیمی که به طور بالقوه تو جامعه هست با این اوضاع احوال اقتصادی که سعی کردن توضیح بدن که شرایط بسیار مساعدی رو واسه متحد شدن متشکل شدن و اعتراض کردن فراهم میکنه. به نظرم این انتظار ازشون هست که با اتحاد هرچی مستحکمتر حول شعارهای واقعی که مردم رو به حرکت در بیاره توی اول مه امسال ظاهر بشه. خب اون پلتفرم یا اون قطعنامه‌ای که شما بهش اشاره کردید فکر میکنید که حاوی چه نکاتی باید باشه؟ توصیه‌تون به رهبران کارگری به تشکل‌های کارگری چی هست؟ راستش اینو بذارید بگم که شاید توی جنبش کارگری دنیا و شاید توی تمام دنیا کمتر جنبشی رو شما پیدا میکنید که وقتی رهبران کارگری میشینن قطعنامه مینویسن قطعنامه هایی به این خوبی و دقیقی و واقع بینانه نسبت به اوضاع احوال سیاسی و در این حال راه‌حل های روشن در قبال جامعه ارائه بدن. قطعنامه های پارسال و پیرارسال و همون قطعنامه اول مه 88 رجوع بکنید تا برید به قطعنامه کارگرها مثلا در
اول مه 1300 و اگر اشتباه نکنم 67 مثلا سنندج رجوع بکنید تا برید قبل، یعنی یک سنت قطعنامه نویسی و طرح مطالبات و خواستای روشن توی جنبش کارگری ایران وجود داره که سنت زی قیمتیه و من فکر میکنم یه مقدار به قول انگلیسی یونیکه، جای دیگه اینجوری به این روشنی نمیبینیم. و معمولا چیزایی که مطرح میشه تو این قطعنامه ها خواسته و مطالبات عمومی و سیاسی کارگرها هست، از علیه سرمایه‌داری گرفته تا چه میدونم خواست آزادی زندانیان سیاسی، خواست برابری زن و مرد، خواست لغو مجازات اعدام و غیره و غیره. ولی باز فکر میکنم که امسال با توجه به ویژگی که صحبت چی کردیم و با توجه به موقعیت اقتصادی ویژه‌ای که هست و جامعه در یک بزنگاه بسیار حساس قرار داره که مسئله یعنی بحران و بنبست اقتصادی جمهوری اسلامی یا باید حل و فصل بشه که این رژیم رو بکشی پایین یک کار دیگه بکنی یا وضع بسیار بدتر از این خواهد شد. با توجه به این حساسیت من فکر می‌کنم باز در قطعنامه اول مه هم مسئله خواست افزایش دستمزد، مسئله مقابله با گرانی و بهبود اوضاع اقتصادی و شعار مشهور کارگرای ایران معیشت منزلت حق مسلم ماست به نظرم برجستگی خاصی داره. یه ذره یه سوال یه ذره خصوصی تر میکنم، امسال اول می خود شما قراره چیکار کنین؟ برنامه‌تون چیه؟ اول می معمولا تو این شهر ما هم شورای کارگرای به اصطلاح ونکوور مراسم اول می برپا میکنن که ما همیشه یعنی به عنوان حزب کمونیست کارگری همیشه پای اصلی و جدی و محکم این اول می ونکوور بودیم. منتها اول می ونکوور کلا در آمریکای شمالی اول می اونقدر وسیع نیست که برای مثال در مثل شما که توی استوکهلم و سوئد هستید و نمایشات بسیار عظیمی هست اونجوری نیست. حالا سابقه و تاریخ خاص خودشو داره و زدن کوبیدن و محدود کردن اول مهر توی اینجا، ولی با این وضع هنوز زنده است و هنوز یک 2000 نفری بعضی اوقات بعضی اوقات 600 نفری وستگی به اون سال و تلاشا داره جمع میشیم و تظاهرات میکنیم و راهپیمایی میکنیم و عکساش هم روی فیسبوک و اینا میذاریم. ما هم فکر کنم امسال هم باید همون کار بکنیم و احیانا خودمون هم یعنی واحد ریسپونس کارگری در اینجا هم احیانا جشنی در بعد زورش داشته باشه، ولی در هر حال روز اول مه به شعار کارگران جهان متحد شوید تا اونجایی که امکانش هست تو این شهر پاسخ میدم و امیدوارم که هر کسی که این برنامه رو میبینه امیدوارم روز اول مه خونه نشینه بیاد بیرون بره در اجتماعاتی که فراخوان داده میشه و به قول شما توی رادیو توی همین تلویزیون صحبت میشه شرکت بکنه، با دوستاش راجبش حرف بزنه، تو تاکسی راجبش حرف بزنه، توی اتوبوس راجبش حرف بزنه، تو مترو راجبش حرف بزنه و اول مه رو معرفی کنه از اینجا گرفته تا اینکه هر چقدر که جلوتر هم بشه رفت و توی اجتماعات و تظاهرات ها و اینا شرکت کرد. امیدوارم که اول مه پرشور و خوبی داشته باشیم امسال. یعنی این صحبتتون پیامتون بود؟ آرزوم بود، پیام که چه ارز کنم، آرزوم بود، دلم میخواست که اول مه حقیقتا اول مه خیلی شایسته خیلی توجه بیشتر از اینی هست و امیدوارم هرچه زود بیشتر مردم برن به این سمت که مشکل واقعی این دور و زمینه یعنی سرمایه‌داری و بردگی مزدی و سود و حاکمیت پول و بانک و اینا هرچه بیشتر به مقابله علیه این بپردازن اول مه برجسته تر خواهد شد، چون اول مه میگم جوهرش اینه، اصل قضیهش اینه و از اینجا شروع کرد و اولین جنبش فلواقع جهانی تاریخ بشره که انسانها رو متحد میکنه که بیان وضعشون رو تغییر بدن. در نتیجه من فکر میکنم که هرچه راجع به اول مه و اهمیتش و اینکه باید گرامیش داشت و پیامش رو رسوند مردم و به واسطه این اول مه، ببینید یه خاصیت خوبی که اول مه داره اینه که
همه رو متحد میکنه، مستقل از حتی گرایشات مختلف سیاسی و نمیدونم اختلافاتی که جریانات سیاسی دارن، حالا اون مستقل از نژاد و مذهب و فلان این حرفا که اون سالهاست این اتفاق افتاده، ولی همین امروز روزش اول می این خاصیت متحد کننده عجیب غریب رو داره که چیزهای دیگه ندارن و باید روی این خیلی تاکید کرد و خصوص تو ایران این خیلی ضروریه واسه اینکه بشه حرکتی راه انداخت و خلاصه کلی محاسن داره اول می واسه بشریت، چه قبلا داشته چه امروز داشته، در نتیجه منم آرزوهامو در اول می دارم مطرح میکنم. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما مصطفی صابر، ممنون از اینکه توی برنامه‌مون بودید. متشکرم. بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو میشنیدید با مصطفی صابر حول مسئله 11 اردیبهشت اول ماه مه روز جهانی کارگر صحبت میکردیم. همینطور که در برنامه‌های مختلف تلویزیون کانال جدید شما اومدید روی خط توضیح دادید، فراخوان دادید، ما هم میگیم که امیدواریم تظاهرات‌های خوب، بزرگ، با شکوه، با خواستا و مطالبات واقعی شما کارگران و مردم زحمتکش عزیز برگزار بشه. اینجوری که فراخوان داده بودن توی تهران ساعت 2 بعد از ظهر مقابل وزارت کار و در شهرستان‌ها در جاهای دیگه مقابل ادارات کار همون ساعت 2 بعد از ظهر. من سیما بهاری با همکارم هرمز رها برای شما ساعات و روزهای خوبی آرزومندیم.